هنگامی انسان با مفهوم واقعی واژه بیکران آشنا شد که توانست مرزهای دانش ستاره شناسی را در نبردد و با افق بی انتهای جهان آشنا شود. دانش ما از جهانی که در آن زندگی می کنیم بسیار ناچیز است، اما سرچشمه این پیشرفت از هنگام نقاشی کردن در درون غارها تا هنگام قدم گذاشتن بر روی ماه همیشه حس کنجکاوی و تخیل من بوده است. دانشگاه ایالتی اوهایو در دهه 70 میلادی تحقیقات گسترده‌ای را برای یافتن هوش فرازمینی در کهکشان‌ها آغاز نمود و در راستای این هدف رصدخانه رادیویی این دانشگاه معروف به گوش بزرگ راه اندازی شد. وظیفه این رصدخانه رهگیری سیگنال‌های رادیویی نامتعارف در فضا بود، به طوری که با چرخش زمین نواحی گوناگونی از آسمان را رصد می‌کرد. این رادیو تلسکوپ در یک لحظه تنها 1 میلیونیوم آسمان را می‌توانست پوشش دهد. اما با این وجود گام بلندی در راستای شناخت جهان بی‌انتهای ما به حساب می‌آمد. در 15 آگوست 1977 دکتر جری اهمن مشغول کار در رصدخانه بود که سیگنال موج کوتاه بسیار نیرومندی به مدت 72 ثانیه توسط رادیو تلسکوپ ثبت شد. اهمن با شگفتی تمام داده‌های کامپیوتر را بررسی کرد. آنها سالها بود که در پی یافتن تمدن هوشمند دیگری در بیکران فضا بودند. آیا این پیغامی برای گسترش ارتباط بود؟ این دستگاه سیگنال های دریافتی را بر اساس قدرت آنها ثبت می کرد، به این معنی که کمترین مقدار برای آن 1 الی 9 و در صورت بیشتر بودن بر اساس توالی حروف الفبا مقدار آن نمایش داده می شد. در حالت عادی سیگنال های ثبت شده توسط رادیو تلسکوپ هیچگاه از مقدار 4 تجاوز نمی کرد، ولی در آن 72 ثانیه مقدار باور نکردنی 6EQUJ5 ثبت شد. این کد الفبایی شدت تغییرات این سیگنال را نشان می دهد. بسامد این کد حدوداً 1420 مگاهرتز محاسبه شد. از آنجا که بسامد خط هیدروژن نیز دقیقاً به همین مقدار می باشد، این تئوری مطرح شد که شاید تمدنی هوشمند از خط هیدروژن به عنوان پیغام رادیویی استفاده کرده است، چرا که تابش الکترومغناطیس از تغییر حالت اتم خنثی هیدروژن پدید می آید و حتی توانایی عبور از غبار بین ستاره ها را نیز داراست. در هنگام ثبت این رویداد جهت رادیو تلسکوپ به سمت صورت فلک کمان بود و تصمیم گرفته شد که همان ناحیه به مدت 1 ماه 24 ساعت مورد بررسی قرار بگیرد، ولی هیچگاه پیغام جدیدی دریافت نشد. پژوهشگران فرامانی سالها در جستجوی منبع این سیگنال بودند و حتی پیغامی با طول موج یکسان به سمت صورت فلکی کمان ارسال شد، ولی هرگز دلیل قانع کننده‌ای برای پیش آمدن این اتفاق پیدا نشد. در سال 2017 پروفسور آنتونیو پاریس پرده از اسرار 40 ساله سیگنال مرموز برداشت و توانست اثبات کند که منبع این سیگنال ابر هیدروژنی بسیار بزرگی بوده که در اثر برخورد 2 ستاره دنباله‌دار گیبز و کریستنسن پدید آمده و از آنجا که این برخورد در نزدیکی کهکشان راه شیری پیش آمده، رادیو تلسکوپ اوهایو سیگنال های خط هیدروژن آن را ثبت کرده است. در این 40 سال بسیاری از دانشمندان این سیگنال را پیغامی هوشمند می دانستند و تلاش زیادی برای ترجمه آن کردند. در هر صورت باید این حقیقت بزرگ را پذیرفت که ما نمی دانیم که چقدر نمی دانیم.